بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. دمیل عزیزی که ما با شما مخاطب هستیم. از چند طرف خبرهای میرسه که تدارکات یک جنگ مستقیم و چند جانبه و همینطور به شکل سیمفونیک در ایران در جریان است. ترامپ احساس ترس کرده، گفته موجودیت اسرائیل در خطر است. مدودوف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که نجات خاورمیانه فقط با جنگ همه جانبه حاصل می شود. این سه تیتری که در این برنامه خدمت شما گفتم خیلی دلهور افزاز. امیل عزه، هواپیمای جاسوسی امریکا در حال فعالیت در اطراف لبنان هستند. تمرکز بالای حزب الله است و تمام کشف و مثلا رصد شب و روز در جریان است و اکانت سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد نوشت که 72 ساعت آینده ایران و محورهایش در 72 ساعت آینده حمله گسترده ای را به مقامات اسرائیلی و امریکایی انجام خواهد داد. البته 72 ساعت زیاد قید زمانش زیاد مورد اعتماد نیست، اما این میتونه موساد اکانت شیر نوشته کرده. در ایران سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران فقط اشاره داده و گفته اقدامات چند جانبه برای تهاجم و اسرائیل در دست انجام است. دمیتر مدویدوف همینطور گفته و رای دستیابی و صلح فقط از طریق جنگ است، مثل که همه، یعنی با کلید خوردن جنگ همه آماده هستند. از سخنان مدودوف معلوم میشه. یک گزارش از منابع عربی آمده که در امریکا تخمین زده میشه که واکنش حزب الله و ایران خیلی هم مرگبار باشه و چند روز در بر بگیره و هزاران موشک و بمب به طرف اسرائیل. این خو یک چیز تو دائمی گفته میشه ایره. که با چه ترتیبی در عملا ایرا خبران این خبرها را در این حال جنگ تبلیغاتی هم است. ای تو داده ها و یافته ها مبادله می شود. رسانه ایبرید در داخل اسرائیل گفت که حزب الله برخی کشورهای میانجی که با اونا تماس گرفته بودن که علیه اسرائیل دست از عملیات بردارن او را رد کرده. خب حال دیگه کار میانجی ها نیست، یعنی به اصطلاح در یک غلطک جدید افتاد اوزا. محمود مردوی رهبر حماس است، رهبرای حماس فعلا، او گفته که برخلاف گزارش گالانت وزیر دفاع اسرائیل که محمد دای فرمانده قسام کشته شده، نه کشته نشده، وضعش خوب است، ادعا نادرست است و امیالک میگه و ادعا کرد و خود محمد دایف میشنوه. من نمیفهم آدم که با چی اندازه است، اما اینی یکی تید آمد خبر. ارتش اسرائیل بیانی صادر کرد، البته رسما گفت که فرمانده گردان قسام کشته شده. اما ما یک چیزی یاد ما هست که در مو حمله 300 غیر نظامی کشته شده بود. اینی یاد ما هست و یاد تاریخ هست. باز عکس خود گالانت نشر کرده که نام محمد ضعیف از فهرست خود خط زده بود. خب شاید ضرورت شد دوباره او رو بنویسه. خب به هر حال یدیود آهارانوت روزنامه اسرائیلی نوشته نیروی هوایی اسرائیل با هماهنگی فرماندهی مرکزی ارتش امریکا وضعیت آماده باش اعلام کرده. در حالت احضارات گفتیم ما شما که در کابل میگه احضارات محاربوی، احضارات درجه یک. سردار سلامی، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران فقط کوتاه گفت که مسئله آتش خشم و انتقام در حال شعله‌ور شدن است و از این قبیل مسائل میگن. گزارش دیگه هم میگه که مردم وحشت کردن. ای که مثلا تلافی ایران چیگونه خواهد بود معلوم نیست. فضا بسیار عجیب است در اسرائیل، یک پریشانی است بین مردم اسرائیل. حمله در هر حال تحلیلگر اسرائیلی که با شبکه دوچویلی صحبت میکرد
او گفت که خیلی فضای ملتهب است و حمله مستقیم و حمله همه جانبه و سلام حمله سیمفونیک شامل حمله خود ایران و گروه های نیابتی 6 جانبه و به نظر می رسد که بار پاسخ بسیار بسیار شدید باشه. خانم تحلیلگر اسرائیلی بود تو صحبت می کرد، گفت که از عراق و لبنان و سوریه و ایران به اصطلاح تأسیسات نظامی را خواهند زد. میگه ما نمیفهم که اینا تأسیسات نظامی رو میزنن یا زندگی مردم هدف قرار میدن. خب مردم تو پریشانی در همه جاست. افسران ارشد اسرائیل در یک نامه به نتانیاهو گفتن که به هر حمله که از طرف ایران باشه باید پاسخ داده شود با مو شدت دوباره، یعنی طرف مقابل هم به این شکل است. ترامپ نمیدونم که چقدر بحث انتخاباتیش مربوط است، که گفت موجودیت اسرائیل کلا در خطر است. گفته که اگر من دوباره شکست بخورم در انتخابات دیگه اسرائیل وجود نخواهد داشت. جالب است، هر کس برابرداری چیز بروسی و تراس ترامپ یگانه. خب غیر ترامپ حالا آمریکا به طور کامل پانه گفته میشه که در نابودی اسماعیل هنیه خب تکنولوژی و همکاری امریکا اسرائیل توان نداره. نماینده انگلیس ها منو در علنی موضع گیری کردن در سازمان ملل، گفتن ما بارها از ایران گفتیم که این کارا رو نکن، تنش ایجاد نکن، اینا کرد این رقم شد. اسرائیل میمان سیاسی را در ایران ترور میکنه، اما این نماینده اروپا انگلیس و ایران میگه که تنش را بیشتر نکن. یعنی به این زبان ها اینقدر متفاوت از حاله. اگر حق دفاع به معنای ترور افراد سیاسی در یک کشور دیگر میزبان باشه، پس ایران هم مثلا برای دفاع از خود دست به ترورهای سیاسی در اسرائیل بزنه، بازو وقت چی میگه؟ حتما محکوم میکنه، باز میگه که ایران تروریست است. بله میگن. وقتی ترامپ یا دیگران در قدس میان ایران میتونه مثلا خب ترور بکنه، چی حال میشه؟ امیال دارم ترور ترامپ همه نام ایران رو میگرفتن. برحال رسانه ایبری یکی اشاره کرده که اسماعیل هنی از لحظه حرکت از فرودگاه دوحه به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران تحت رصد اسرائیل بوده، اما ما میگیم که تحت رصد اسرائیل نبوده، تحت رصد مشترک به اصطلاح ماهواره فوق پیشرفته امریکایی و اسرائیل بوده که مبادله اطلاعات صورت می گرفته. معاون نماینده امریکا در ملل متحد عوامل ایران کسانی هستند که به اصطلاح ما را می خواهند به یک جنگ گسترده نزدیک بکنن. مثل که اینی راست میگه معاون نماینده امریکا در شورای ملل متحد، اینا می خواهند که پای امریکا رو به جنگ کلان بکشانند. این درست است. ارتش اسرائیل در حال حاضر رایزنی میکنه، مثلا رایزنی های محرمانه شروع کردن با نیروهای هوایی اردن. چرا دفعه اول بسیاری موشک ها و پهپادهای ایران در فضای اردن ساقط شده بود، حالا بازم در مذاکره است و فرماندهی امریکا هم در جریان است در خصوص چی که مثل دفعه قبل تلاش های مشترک دفاع هوایی در صورت آغاز حمله صورت بگیره. اینا این طرف هم آمادگی خود میگیرن. نیویورک تایمز گزارش کرد که خب البته نمیفهم میگه به نقل از مقامات ایرانی چی کسی با نیویورک تایمز صحبت کرده باشه، میگه آیت الله خامنه ای به سپاه و ارتش دستور داده برای حمله و دفاع گسترده آماده باشه. خب البته همی که یک دو کلمه رو نوشت که فرمان انتقام، همی معنایش همی است دیگه. نیویورک تایمز خب به نقل ظاهرا به نقل از 3 مقام ایرانی نوشته که این دستور مستقیم خامنه ای است. نیویورک تایمز مثلا استناد کرده که در جلسه فوقلاده شورای امنیت ملی ایران که صبح چهارشنبه دوام اسد یا مرداد برگزار شد،
مقامات دستور داده شده که شهرهای حیفا، تلوی و اسرائیل مستقیما با حملات و از این قبیل گپا. این گپای نیویورک تایمز من زیاد به این چیز نکردم، اعتماد نکردم. چرا این چیزها قدر رازآمیز است که نیویورک تایمز در سر دنیا چی میفهمه؟ برحال میلاد میدی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران هم کشته شده در سوریه و تلفات اسرائیل، تلفات حزب الله بسیار زیاد بوده و نتانیاهو هم گفته که روزای سخت و پر از چالش در انتظار ماست. خب چالش خودم 10 ماه بوده دیگه، این کار کردن که از چالش بکشین خدا به کمک دیگران. خب گفته یک جنگ حیاتی است، برای وجود خود ما زندگی میکنیم، نتانیاهو گفته. و در روزهای اخیر ضربات ویرانگری علیه حماس و حوثی ها و حزب الله وارد کردیم. ما تسلیم فشار نمیشیم، اگه تسلیم نشدیم مقامات حماس ما نمیکشتیم، ما تسلیم که ما میزنیمش بارا. ادبیات رهبرای اسرائیل هیچ تغییر نمیکنه و دیروز معاون سید حسن نصرالله را میگه ما کشتیم، و فواد شاکر میگه و امیر خان گفت که ما دوام میتیم ما شما. خب نتانیاهو در این حال گفته که ما ضربات مهلکی زدیم، چطور چیکار؟ به نظر میرسه که حماس، اگر حماس ضربات مهلک میخورد امروز ارتش کاملا از غزه بیغم می بود، اما اونجا ارتش حماس با کمیت 30,000 نفر در میدان جنگ حاضر است. متوجه هستی؟ خب برای سایت رهبر انقلاب گفتن به اصطلاح منظورشان خامنه ایست، گفتن که خونخواهی هنیه عزیز، اما فرمان انتقام فرمان خونخواهی که گفتن او را به اصطلاح جایگزین لوگوی همه سایت رهبر ایران کردند. رنگ پزمینیش هم بسیار تغییر دادن. خب به ترتیب قدر نمایش ها و اقدامات کردن با چه چیزی قرار از اتفاق بیفتد؟ رهبر حوثی ها گفته که ما با تمام قدرت حاضر میدان هستیم. یک کسی به نام عادل شدید، تحلیلگر سیاسی جهان عرب، گفته که چیزی که مسلم است ایست که راهبرد شبکه های مقاومتی در منطقه راهبرد واحد است و تحرکات در حال افزایش است. با پروژه محاصره اسرائیل با توان نظامی و اصطلاح یک شدت بیشتر داده میشه. با خاطر سی گفته اینا گفتن که زیر ساخت های مقاومت بسیار بیشتر و بیشتر از ظرفیت های موجود در لبنان است. این بود موارد کلی که خدمت شما عرض کردیم. در برنامه بعدی نکات که جدیدن رویت میشه آمده میره، ما در اختیار شما قرار خواهیم داد.